هر فایلی رو که شما وارد ایونت لایبرری آی مووی بکنید، حالا از دوربین کپچرش بکنید، ایمپورتش بکنید یا بنا به هر شکلی وارد آی مووی ایونت بشه، میاد توی قسمت هوم موویز آی مووی ایونتس و به اسم اون ایونتی که درست کردید توی این فولدر اینجا ذخیره میشه. البته به اسم همون ایونتی که شما خودشون براش تعیین کردید. اما ممکنه شما بگی من از لپتاپ ایر دارم استفاده میکنم حجم داخلی هاردم خیلی کمه نمیخوام فیلم هام که حجمشون خیلی زیادن هارد داخلیم رو اشغال بکنن میخوام از هارد اکسترنالم استفاده بکنم که 400 گیگ جای خالی داره و خب خیلی راحت تر میتونم روش کار بکنم برای اینکه شما جای دیفالت این هارد رو عوض بکنید که به صورت پیش فرض همونطور که خدمتتون گفتم توی هوم توی موویز هست برای این کار باید بیاین توی خود مووی این آیکون اینجا رو بزنید و حالا این آیکون هارد بالا رو هم بزنید اگر من الان این هارد اکسترنال هم رو که هوم هست انتخاب بکنم و بیام حالا اینجا توی هوم شما میبینید هیچ فولدری اینجا الان به اسم آی مووی وجود نداره ولی به محض که من بیام توی فایل نیو ایونت و اسم این ایونت رو بذارم امیر حالا الان توی هوم هم یه فولدر آی مووی ایونت بینم و یه فولدر امیر از الان به بعد هر فایلی رو ایمپورت بکنم توی آی مووی توی این فولدر کپی میشه و طبیعتاً دیگه جای من رو توی هارد داخلی مشغال نمیکنه. اگر هم شما یک ایونت رو خواستید از اینجا پاک بکنید خیلی راحت روش رایت کلیک میکنید موو ایونت تو ترش یه تفاوتی اینجا وجود داره بین آی مووی و آی فوتو اینی که مستقیما آی مووی فایل های شما رو توی ترش شما میندازه و دیگه مثل آی فوتو نیست که خودش یه ترش جدا داشته باشه الان من اگر بیام اینجا توی این فولدری که آی مووی تمپوری آیتمز هست شما همون فولدر امیر رو میبینید و حالا اینجا من امتی رو میزنم و حالا این دوست داشتم اینجا میتونم دوباره یه ایونت دیگه درست بکنم به اسم امیر ایونت. یا حالا هر ایونت دیگه به هر اسم و هر شکل دیگه که دوست داشتم ولی در نهایت شما اینجوری میتونید ایونت ها رو پاک بکنید نکته خیلی مهم اینه که محتویات اون ایونت هم پاک میشه. اگر من اینجا توی این فولدر امیر کلی فیلم داشته باشم، اونها هم میرن توی سطل آشغال که حالا توی درس بعدی خدمتون توضیح میدم که چه جزئیاتی این اتفاق داره.